داری؟ باید خوش شد که آقا ختمه که میگم یکمی جلوتر، یکمی جلوتر آماده، بکش باسی بیسی ما میدی آیدا سلام آیدا چطوری؟ خوبی آمید بربونه دیری شد بالاخره چه کردی؟ آمید جانم صدا میاد میگم خیلی لجبازی بابا آدم باید بشم تو زندگیش ریسک کنه آیدا جان خوب بود که بد بود ما خیلی جمع خوبی داشتیم من، سپیده، سارا، میلاد، رضا همیشه و همه جا با هم بودیم ولی اون روز برام عجیب‌ترین روز زندگیم بود روزی که من داشتم میرفتم سربازی هیچ کس نبود خونوادم و خودم خواستم که نیان
اما دوستامو دوست داشتم که باشن و احساس میکردم که هستن. شب قبلش با سپیده داشتم صحبت میکردم، خودم ازش خواستم که نیاد، اونم خیلی سریع قبول کرد. با خودم گفتم که شاید میخواد فردا سورپرایزم کنه، اما عجیب بودش که سپیده هم نیاد. نه نه آیده خبر نداره. آیده خبر نداره. نه فر. با چیکار میکنیم ما؟ به آیده فکر میکنه من رو تنها میکنه. خب ما خواهیم. یعنی گفتی تنها هم گفت میام. آینا. مارینا. انگوشتر تو نمیده من. من گفتم بابا این خارجی. به نظرم هم پشت خواهی میشیم دیگه، یکم تو دستشویی تو دیگه. همه تون برین دستشویی. خب من مطمئنم آیده بالاخره میخواد بره تو دستشویی دیگه. متوجه نشده چی میگه؟ نه جدی امید، این پشت خواهی میشیم همون موقع هم که اومد سورپرایزش میکنیم، چون یهو یه چیزی بگه. اون پشت هم میتونیم بریم. آره تعجب میکنه تو رو اگه پیدا کنه دفعه اول. اینجوریه دوست من، اما فکر خیانتی هم که میاد تو سرش من نمیخوام بیاد. راست میگه، نه ناراحت میشه. همون یه توی دستشویی سیفون رو میکشه، بعد این میاد پشت در. امید در رو که بازی میده. آفرین. شما همه الان اینجایین، میدونین دستشویی کجاست؟ آیده تا الان نیومده، فکر میکنه مثلا اینجا چیه، چه خبر؟ اون قسمتی از آشپزخونه. خالص اونجایی؟ ببین همینجور مستقیم بیا داخل. خب مستقیم بیا داخل. خب دست چپتو بیا تو، دست چپتو کامل بیا تو. خب دست چپت ساختمون پلاک نداره. خب این ساختمون مشکی، من رسیدی به اون ساختمون مشکی بگو من درو برات بزنم. بیا طبقه سوم، فقط یواش بیا ها کسی نفهم. یه دوربین موقع فیلم بگیر ازش. بیا دمی سرباز برام دست تکون داد. نگه داشتم. گفتم سرباز طفلک. هوا سرد بود می‌لرزید. سوار موتور شد. گفتم آقا چرم خدمتی؟ جواب بهم نداد. گفتم اسمت چیه؟ انگار که نه انگار اصلا. بهم برخورد. چیزی نگفتن دیگه. سه ماه بود حضور زده بودم. درخواست مرخصی دادم. 48 ساعته. 2 روز. نگران بود.
هیزی لب چیزی میگفت، حس گریه داشت، حق حق میکرد. گفتش پاشو وضعیت کامل کن، ماموریته. کجا؟ چیه؟ چرا؟ بابا من مرخصی میخوام برم. اینا دیگه براش مهم نبود. ماموریتی که خودش میخواست انجام بده براش مهم بود. آقا این تو شوکه. به چی نگاه میکنی؟ چی کار داریتون؟ مایده داریم نگاه میکنیم. ولی تو نیست. من نیستم. از کیون؟ بنش تو. سورپرایز! ترسون دیتم. بگو که دوستش نداری. بگو که دیگه نمیخوای باش هم خونه باشی. مرسی. مرسی. شما در مرکیه؟ یعنی که چشم نخوره دیگه. نبا اینکه چشم نخوره اکسی از خودم اسپیشل کاله. با این فرنگ چیه اینا؟ ای که هنر، ای که از خودم دست بزنیم خوب برای من. چرا زحمت کشیدید؟ مرسی. آقا من موسیقای متن کیشلوفسکی دور بینه نگیر اجازه بده. دریا آب دریا، آب دریا، شوره، آب دریا، دست درد نکنه. نداره، دست بزنید بسش، دست شما درد نکنه. چرا زحمت کشیدید؟ چرا بیشتر نه؟ کلید ویلا ندادید؟ آب دیگه کدوم رو سرواز کنید؟ آب دریا ندادید؟ اینو بهت میدم تا اینو بعد بعدن وقتی تنها بودی بازش کنی. الان حق نداری. چرا؟ یعنی چه؟ دیگه لابد چیزی سوشه دیگه. خب من هم خونه ایتم بگیرم. لابد چیزی سوشه دیگه. خودش تصمیم میگیره که باز کنه. هایده بازش کنه. بازش کنه. باز نکنم. چی داریزم؟ من هم خونه ایتم شب میام بازش میکنم. حالا بازش کنم. خب بده من باز نمیکنی. باز نمیکنی. باز نمیکنی. مرسی هومن. چیه توش؟ باز نکنی. یه چیه؟ چکه. بازش کن چیه؟ بوله. شاید. سویچ ماشینه. بازش کن چیه؟ چیه؟ آلبادو. چی بود میدم؟
باید بازش کن. باز نکن. خب میگه باز نکن. تو باز کن دیگه. خب میفهمیم بعدن چی. ریخ ریخ ریخ. ها؟ چی؟ ترسیدم. من؟ جونه رای چیزی توش بود. خب همینا بود. همینا بود. نیل ریمان کی بچه؟ چیه؟ چیه؟ اینم تای کدوی من. با تو؟ من که تقلط گرفتم واسه تیم کادو برش. خب پس واسه من تو کادوی خرابم کرد من خودم کادو اونی بود که از دستشوی در اومد. امی اینو کی کادو کرد؟ تهرانیه؟ اینو خودم. آه نه. ای گفتی چیه؟ فت کیک، تپ کیک، کوبیسم، مازوخیسم، فت خیلی عالیه. نقاشی برگزیده شد خدا خیلی خوشگلم. قشنگه. آره. دست در نکنه. آبا شوخی میکنه من میدونم اصلا دوستش نداره قیافه. خیلی هم دوستش دارم. هدیه بعدی. میز خریده واسد که خوب در ساد و واسد کنم فرکرم بلد نه بابا جون خریدم بس آیده آره چی چیه تو مشکل داری هم میشنسم ایشی سندور برده آیدا قبل تولدش خیلی راجع به خارج رفتن اینجور مسئله از من میپرسید چون من دنبالش بودم و میخواستم برم از من سوالاشو میپرسید فکر میکنم پدر مادرش هم مخالف بودن با رفتنش ولی خب خودش خیلی مصمم بود مادرم آقا چرا شما راستی با آهنگ نخوندیم؟ دارم سوال میپرسم غلط نبود حالا بعدم بپرس باشیم بریم عاشقم منو وای خیلی نگفتم سنتو گذاشتم یه سورپرایزی داشته باشم حداقل یه برگ سبز بزنم مرسی من بیارم فیلمی که امید و سعید ضبط کرده بود یه طوری نشون میدادش که امید از یه چیزی تو رابطه با آیدا میترسه حرفایی که بهش زده بود یه جورایی خط و نشون بود براش خط و نشون کشیده بود یه چیز دیگه هم هست چه خیلی دیگه بس اینا که حالا فیلمش هست یه فیلمی هست خودم باهات صحبت کردم حالا چه من جلو بچه ها بذاریم دست همی رو بلا خود آیده هم راضی نگه نه من راضی نیستم حامد فیلم بگیر سلام امروز 18 آبان 1390 فکر کنم که 20 سالت میشه امیدوارم که این اولین تولدی که من واسه تو میگیرم امیدوارم که سالهای خیلی زیادی کنار هم باشیم و همین اندازه بهمون خوش بگذره اگر قرار خوش نگذره با هم نباشیم که چی گفت؟ هم از میشی و اینا خیلی دوستت دارم الان اینو دارم میگم که بعدا ازم آتا نگیری محتم دو کلمه به داره حرف زدن ولی آرزو همین یادم آرزو خوب برات دارم چه روز تولدت باشه چه غیر تولدت دارم که به همین خواسته هات به همین آرزوهات برسی من از همهشون خبر دارم علی آیدا ازش کنم خواهر خواهش کنم الان کار کردن میگه که باید الان خدافزی بکنم همین دیگه تبیل دوت میگم تولدت موارد خدافز
فکر میکردم که تولد آیدا خاطره خیلی خوبی بشه براش. شبا به موقع خواب بهش فکر میکرد. به چی فکر میکنی؟ به موقع خواب بهش فرار. آیدا بعد از تولدش به من زنگ زد گفتش که امیدو متقاعد کن واسه خارج رفتن. منم خب یه نفر رو پیدا کرده بودم که اون آشنا داشت و میتونست این کار رو بکنه، قرار باش گذاشته بودم که برم باش صحبت بکنم. من به آیدا گفتم که امیدو با خودم میبرم، بلکه رأیش عوض بشه راجع به خارج رفتن. شادی تو سر نزن. وارد شهر شدیم. اول شهر خواستم پیادش کنم، نگه داشتم. گفتش که یه چند جای کار دارم، نیاز موتور دارم، منو برسون رازیت میکنم. یه فکر کردم ما که پول بدمون نمیاد که. گفتم باشه آقا بیا بالا. رفتیم بالا شهر. من سرهنگ نوچی کادری دیگه به اسم قاسمی، سوار ماشین شدیم رفتیم یه جایی تقریبا بالای شهر بود. سر یه کوچه منو پیاده کردن، یه کوچه تقریبا درازی بود. منو پیاده کردن، سرهنگ نوچی قبل اینکه سوار ماشین بشه و بره به من گفت سر این کوچه وای میسی سربازی، آدم مشکوکی، کسی رو دیدی فورا با بیسیم به من اطلاع میدی. حالا همه صورت من رو هدف میگه. از این محله به اون محله، از اینجا به اونجا، کوچه ها رو هی میرفتیم میومدیم. بعضی کوچه ها رو نصف برمیگشتیم عقب، بعضی رو دوبار میرفتیم، حتی خیلی گیج بود. من نمیدونست رو چی کار دارم میکنم. گوهورم جان آیده، جان آیده نکنم به صحبه. اواسط پاییز بود، دو نفر اومدن بوتیک. سرم شلوغ بود، گفتم این چند لحظه صبر کنن. میگفتن جهان معرفیشون کرده. جهان یکی از بهترین رفیقامه، بهتر بگم یکی از مطمئن ترین رفیقامه. هر کسو معرفی کنه خیالم از بابتش راحته. دنبال رفتن اون طرف بودم. منم براشون توضیح دادم، خطرا رو واسهشون گفتم. دنبال یه کار تضمینی بودن، کار ما تضمین نداره، هزار تا خطر داره. امید جان آیدا گفتم بچا بسشه، کارش ندارم، میخوام بغلش کنم تشکر کنم ازش. نه 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 بلش کن، نکن، تو صورت نزن، بیا. بعد اون قضیه آیدا به من زنگ زد و نتیجه رو ازم پرسید، ولی من بهش گفتم که با این قضیه که پیش اومده فکر نمی کنم دیگه امید نظرش برگرده راجع به خارج رفتنش و با من بیاد. فایده نداره که. چرا؟ نه کلاسو گو یه اومد نکنم یعنی وحشی مولا چی میکنی؟ گردنم گردنم بابا چیه خطیه؟ کیه؟ نگردم نگردم بچه حالش، بچه حالش بعد میشه، ولش کنیم. غلط کرده نکنم 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 نکنم
کدوم بیشوری بود کردن یکیتون دستکشتون اومد این هومن دستش یخ کرد نه حالم خوبه حالم خوبه حالم خوبه خوبی؟ خوبم آماده یا ریدی؟ ریدی بیا با آقا من آفم من هفته هستم بای دقیقا نبودم کتون کوچه سر یک کوچه گفت نگه دار از موتور پیاده شد رفت تو کوچه من یه سیگار روشن کردم نه کن من مخدم زمان من ندیدم که دارم بای دوربین فعل بودم جا سر کوچه بودم مشغول پست دادن خیلی سرد بوده با قدمی میزدم قاشقی یه سیگاری میکشیدم یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشته بود دیدم یه سربازی بوده بوده اومد سمت کوچه تا ماشین سرهنگو دید سری دوید رفت پشت دیوار اون منو ندید ولی من دیدمش نمیدونم یه حسی انگار بهم گفت این آدم همون آدمی که ما دنبالش میگشتیم آروم آروم رفتم سمت دیوار صدای نفس نفس زدنشو میشیدم برگشتم گرفتم از پشتش انداختمش زمین ای داشت تقلا میکرد خودش آزاد کنه ولی محکم گرفته بودمش دستبند رو زدم به دستاش پخش زمین شده بود گفتش شروع کرد به التماس کردن تو رو خدا ولکن بذار برم منم این خودت سربازم خیلی حالش خراب بود انگار 10 ساله نخوابیده گفتم چیکار کردی؟ گفت فرار کردم گفتم زر نزن من خودم سربازم میدونم فرار به خاطر فرار این همه آدم نمیافتم دنبالت بخوان دستگیرت کنن نزن چند نفر به یه نفر بلش کن چرا من رو بیزنی من خوب بیان آقا گفت شده تا حالا ناموس تو به تو زن این حرف که زد انگار یه برق سفاز بهم وست کرده باشن شوکه شدم جا خوردم آدم بعضی وقتا تو زندگیش یه غلطایی میکنه نمیدونه واسه چی وقتی این جمله رو گفت ناخودآگاه انگار یه نیروی یه قدرتی اومد دستای منو آورد دستبند رو باز کرد اونم با خیال راحت 2 تا پا داشت 2 تا هم قرض گرفت و دوید رفت باشه باشه وای بس نیم بسته دیگه نه وای خیلی خسته حالا که خسته این بیچو آقا بیا بزنی امید باشه اینم من از اون چه طرز شوخی کردن امید من از اون دور دیدم بعد مسخره کردی خودت چه تو چشم بلند شو بابا داریم بازی میکنیم دیگه ببینم چی شد چه طرز شوخی کردن از زربا گفتن شوخی بدم میاد سجا آدم یا بدت میاد بازی نکن بشین یه گوشه امید بیخیال تو من آیدا آیدا اصلا من رفتم کجا میری؟ بلش کن جمعه نه اومی بسه بچه بازی همه مسخره کرده بیا بابا خوبش یه گوشه بازی نکن بابا از آتفایی کن ازش کاره اون تو های چی؟ چی؟ ما نمیریم خب چرا؟ آخه چرا باید بریم؟ یه دلیل چرا بگو میخوای بریم اون طرف چیکار کنی؟ مثلا اینجا موندی چیکار کنی؟ ای بابا من به خودی نگرم نهش اون با من امیدواره امیدوار باش بیا بابا بیا بیا امید 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 نرو به خاطر من نرو امید اصلا تو چی فیلم چی میگیری؟ بیا ده نمیذاره ما بریم امید بیا برو ازش مذارت خواهی کن دوی سوار موتور شد گفت سری گاز بده برو قلبش حس میکردم داره قلبش به سرم میزنه رفتیم خیلی وشوش بود خیلی نگران بود استرس داشت
هی زیر لب یه چیزی میگفت به خودش. رفتم چیزی بهش نگفتم، اینا تو حال هوای خودش. خوبه. چی شد؟ نه چیزش نشده. چی بابا؟ خوبه ایدا. همه شوخی هاش اینجوری هست، هزار بار بهش گفتن اینجور شوخی رو من نکن. یخ بزارش که عبود نشه بابا. نه بریم بازی کنیم شما. شوخیه دیگه. یخ بزارش که عبود نشه. آخه یه بار این شوخی ها با خودش بکنی ایش میاد بابا، اشکال نداره. هرش کنم یخ نمیخواد. چیز نشده؟ شده؟ نه چیز نه. بذاره ایس قرمز رسه چشت. بچه ها جمع کنیم بدیم. بریم شور بدم میشه. بریم. بعد از اینکه برگشتم حدوداً یک هفته رو با اون انرژی که از اون روز داشتم سر کردم. خب اما بسته به اون شرایطی که توش بودم ذره به ذره این انرژی داشت کمتر میشه و من دوباره اسیر چراها شدم. اذیت میشدم از اینکه چرا سپیده زمانی که منو دید هیچ ذوقی، هیچ اشتیاقی از خودش نشون نداد. فشارم داشت بیشتر میشد. باز داشتم کم میآوردم. میدونستم که دیگه به هم مرخصی نمیدن. از سربازایی که پای خدمتشون از من بالاتر بود شنیده بودم که میشه از پادگان فرار کرد، اما نمیدونستم از کجا و چطوری. خیلی زحمت کشیدم، خیلی سوال پرسیدم که ببینم از کجا میشه فرار کرد. بالاخره اون سیم خارداری که بریده شده بود رو پیدا کردم. اومدم بیرون. شب خیلی سردی هم بود. حدوداً 1 الی 2 کیلومتر باید تا لب جاده میدویدم. وقتی که رسیدم لب جاده برای هر ماشینی که دست نگه می داشتم وای نمی ساد. خب شاید حق داشتن، می ترسیدن. بالاخره یه راننده پیدا شد و منو رسون. صبح که رسیدم فقط تو فکر این بودم که بازم دوباره سپیده رو ببینم. بهم گفت دوباره مرخصی گرفتی؟ گفتم که نه، فرار کردم که ببینمت. اما اصلا انتظار این رفتار رو ازش نداشتم. با هم تند شد که چرا فرار کردم. گفتم خب من دوست دارم که بیام ببینم، دوست ندارم که اتفاقی بین ما بیفته، خدای نکرده. اما گفتش که نه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تو اگه به خاطر من فرار کردی، به خاطر این رابطه این کارو کردی، من ازت خواستم که تو بری سربازی تا ما بتونیم به هم دیگه برسیم، تا پدر من بهونه ای نیاره. با همین حرفش من دوباره راهی پادگان شدم. وقتی که برگشتم فهمیده بودن که فرار کردم. بهم سینه خیز دادن، یه روز به هم بازداشت دادن، هر طور که میتونستن اذیتم کردن و باز دوباره روزهای من برگشت مثل روزهای قبلا. نفهم در فیلم میگیده یا عکس میگیده؟ چیگاه در میکنی؟ من فهمیدیم چی شد. چند روز بعدش امید به من زنگ زد، گفتش که برنامه گذاشتیم با بچه میخوام بریم توی بازی کنیم، میای؟ گفتم آره میام. لافات جان آقا یه خبر خوب چی شده؟ حتسن وایس وایس من میگم تو من میگم وایس سوال گوش بدم. آقا انتقالیش اوکی شد. آقا وایس سوزا شام همه مهمونانه. کی بود زنگ زد؟ من بود، تو من آشنا داشت و من بهش گفته بودم مشکل دارم، نه درستش کرده. امروز تو از رفتن میاد کاری تو دانشگاه آره میاد اینجا؟ آره گفت میام، الان داره میاد. ایوه شاید برو 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 استفاده از فرصت. داشتم فکر میکردم این که چه غلطی کردم، اگه بفهمن چی میخواد بشه تو همین حال. اصلا شاید دروغ گفته بود، شاید حرف مفت زده بود. یه ماه دیگه بیشتر نداشتم، اونم اضاف بود. اگه اینو تحویلش میدادم احتمالش خیلی زیاد بود درخشنش. اومدی این مردی که نزنین اه بازم میاد بالا دیگه، کجا داری میری؟ نمیم تشکر کنی؟ میاد بالا دیگه بابا. خیلی دوستش انتقالی بگیره اینجا باشه، یکی به خاطر اینکه پیش امید باشه و یکی هم به خاطر اینکه زیاد از خانواده‌اش خوشش نمیومد. سلام.
مرسی اومد. مرسی، یعنی بزرگترین چیزی بود که تو زندگی می تونستم بگیرم. هیچ وقت اینقدر خوشحال نشدم. چطوری خوشگلم؟ خوبی؟ عزیز دلم شما مهمونی. حیبت چیکار کردی؟ چجور شد؟ شد که شده به؟ ردیف حسد دارم چوکیری؟ قرمت بانم نوکم یه قراری بذاریم مثلا 10 سال دیگه همه جمع بشیم یه کافه یه جایی کجا؟ جلو لوور پاریس بسوس مارا بچه اصلا فرض کنید از الان مثلا همین لحظه به بعد دیگه هیچکی رو نمیبینیم مثلا همین میبینیم ولی 10 سال دیگه خب از الان بهتر نیست نه بهتر نیست 10 سال دیگه از الانی که اینجا هستیم بهتر نیست. از 10 سال پیش بهتر ما 10 سال دیگه رو خبر نداریم الان بهترین زمانمونه دیگه الان داریم خوش میگذرونیم سیگار بده زهر ما تا 100 سال لیرم عمل میکنم سیگار بده یه دور به چرخه من بعد فکر بکنم از همونجا به چرخه چرا از آخه منم باف سخت بود سخته درباره 10 سال دیگه جمله بگم آره کار توپ شغل توپ درآمد توپ یه دونه یه دونه ما سالاد نوشه نونه نه مجردی دور دنیا حالشو میبریم 10 سال دیگه چند تا من قول میدم تا 10 سال دیگه همیشه باز هم به سلام بخندم آفرین اینو دوست دارم 10 سال دیگه باز من امیدوارم اینجوری نباشم میترسم از چیزی که هستم بله 10 سال دیگه 10 سال دیگه 10 سال دیگه نمیشه حالا 2 ماه دیگه رو بگم تا 10 سال دیگه نه 10 سال دیگه 10 سال دیگه تموم ماشینایی که دوست دارم دارم موتور اسکورتت میکنم ولی حالا 2 ماه دیگه رو بگم بگو نمیگم بگو نمیگم برای گل پنبه میخوام سرنگ بیسیم زد سری خودم رو جمع کردم گفتم بله جام سرنگ گفت مورد مشکوکی کسی چیزی رو ندیدی گفتم نه خیلی جام سرنگ گفت باشه ما الان داریم میایم سوارت کنیم بیسیم رو گذاشتم کمرم خودم رو تکوندم دستبندم ورداشتم و سرنگ اومد سوار شدیم شهر منفجر شد دختر و پسر میزدن میرقصیدن نور منوره تو هوا پخش شده بود تق 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 دیگه رفت نه دیگه هیچ وقت آنو نمیبینی اگه اینجا باشی البته چی؟ دو ماه دیگه میرم دیگه هیچ وقت من نمیبینی کجا میری؟ یه جای خوب کجا میری؟ دیگه طبق برنامه هایی که داشتم میخوام برم دیگه از ایران
نه جدی میگی اون؟ نه جدی نمیگه. چی کار تو جور کردی اون وقت؟ چی تو جور کردی؟ من همیشه دنبال کارام بودم ولی خب نمیگفتم به کسی تا وقتی که کارام 100% نشه که دلیل نداره بگم. ولی الان 100%. نه به خدا، به خدا جدی میگم. مدرک میاد. میخوای خوشمون رو خب دو ماه دیگه که رفتم نیومدم اون مدرک دیگه خوبه. الکی نگو. الکی میگه. خب تو تا کی خوش بگذرونی؟ دیگه تو حساب کن 5 سال دیگه ما هیچ کدوم همدیگه رو نمیبینیم دیگه. میخوای بری کجا آخه؟ فعلا یه کشور آسیایی حالا. تا بعدش. فراره. خودش هم فرار میخواد بره. فردا برو. چرا دو ماه دیگه؟ اصلا معلوم نیست کجا میخواد بره. همینجوری برای خودش واقعا میخوای بری؟ جدی میگم؟ شوخی میکنی؟ نه به خدا. به جنوب ایران. آقا جون همه کاراش هم کرده. قرار مدارش هم گذاشته. تو خبر داشتی؟ آره. تو چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا به ما نگفتی؟ جلوشو از چی بگی؟ کسی که خودشو میزنه به خواب عمرم بتونی بیدارش بکنه حالیش نمیشه. آخه گوش نمیده که هرچی بشه. مگه تو هم خبر داشتی؟ بسم الله. فقط فکر کنم اون خطر مطر نداری؟ خطر که داره دیگه. نه حالا خدایش اومد. میخوام چیکار کنم؟ آخه مثل آدمم که نمیخوام بره. بگو چه جوری میخوای بری؟ زندگی میکنم. قراره دیگه گفتم بچه‌ها فهمیدن دیگه. آخه چی الان با هم با بچه‌ها و دوستا این دست از پا دراستر مثل این بدبخت رو برمیاره. من که باور نمی کنم اصلا خوشحال نیستم. این چی هم ندارم بگم. هومن حالیش نیست به خدا. سه ما دارم تو مغزش میخونم حالیش نیست. پا به پاشم رفتم جلو. هر جا رفته باش رفتم. هر کاری کرده بهش گوشزد کردم. خطراتشو 10 بار تو گوشش خوندم حالیش نمیشه. ولی آخرش تو جیگرشو نداشتی من داشتم. حالا میبینیم جیگر کی داره. آخه هومن به جیگر داشتن نیست که. یه ذره فکر کنم میخوایم چیکار کنیم. حتی اگه اینجا بیشترین پولو داشته باشی اون لذتی که دلت بخواد از زندگی دوباره نمیتونی ببری. ولی بچه‌ها آدم بشونی. درد داشتی. آدم نمیشه. بزن ببینم. دیوانه است. اونجا بمیری. مری. من نرو. فهمیدی؟ ولی ما خوب استفاده کردیم ازش. میرم شما. انتقالی تو برسه. نرو. یه صافه. همینجور دست خالی پاشیم بیایم دیگه. ببین من دوست دارم اینجا دست پر بیام. اینجا نمیخوام برم اونجا کنار خیابون وایسم بگم آب معدنی میفروشم یه دلار. پس بخوای چی کار کنی؟ دیگه لابد یه کاری میخوام بکنم دیگه. اینم نمیگفتی دیگه والا. اینم که گفتی نمیگفتی. الان ما هرچی سوال میپرسیم دیگه دیگه. نه؟ آره. دوست داری بری؟ دوست داری بری؟ آره. کجا؟ چجوری؟ با کدوم پول؟ الان که نمیخوام برم. دوست دارم برم. میرم هم. الان که نمیخوام باشم برم. بری خارج. ببین نگاه هوا فهم. سگ دروه. بگیرم شما برداری. من دوست دارم برم ولی همه چیز بستگی به امید داره. یعنی اگه امید بگه بریم من حاضرم باش بیام. اگه اینجا بمونه که منم پیششم بیام. آیدو پدر مادر چی؟ یعنی فکر اونا رو نمی کنی؟ اونا که همینجوریش هم من اینجا مثلا از من خبر ندارم. اونا مسئله نیست. بستگی به امید داره. 10 روز بعد از اینکه برگشتم به این فکر میکردم که اصلا من چرا الان سربازیم؟ چرا باید بیام سربازی؟ من که شغلمو داشتم، کارمو داشتم، آیندمو داشتم، میتونستم سپیده رو خوشبخت بکنم. به خودم گفتم برگرد و به سپیده اینا رو بگو. بگو ما میتونیم با هم دیگه باشیم، میتونیم به هم دیگه برسیم، نیازی به اینها نیست. و اگه حتی حرف پدرش رو پیش انداخت، بگم من میرم با پدر صحبت میکنم. رفتم و تقاضای مرخصی کردم، چون اصلا دوست نداشتم که فرار بکنم و دوباره اون اتفاقاتی که برام پیش اومد دوباره پیش بیاد. اما فرار کردن رو به رخم کشیدن. میدونستم که جمعه ها کاتریا نیستن. با یکی از سربازا صحبت کردم که اجازه بده اون روز رو من برم و به همم قول بده که نذاره کسی بفهمه. اونم این کار رو برام کرد. اون روز جمعه رو من دوباره از سیم خاردار فرار کردم و همه این راه رو دوباره برگشتم. وقتی که رسیدم به شماره سپیده زنگ زدم. برام عجیب بودش که خطش خاموشه. زنگ زدم خونهشون و مادرش گوشی رو برداشت. فکر کردم که چطوری میتونم پیداش بکنم. با سارا تماس گرفتم. سارا گوشیشو جواب نداد. زنگ زدم به میلاد.
با میلاد که صحبت کردم گفتم من رسیدم، من امروز کار دارم، عذرخواهیشو کرد و من نمیتونم ببینمت. لحظه به لحظه همه چیز داشت برام عجیب‌تر میشد. به این فکر میکردم که چرا امروز اینجوریه، چرا این اتفاقا داره میفته. دیگه از همه جا بریده شده بودم، نمیدونستم کاری بکنم، نمیدونستم چی کار باید بکنم اصلا. مجبور شدم برگردم. با اینکه شب بود رسیدم، اما فهمیدن که من فرار کردم. اما عجیب بود که هیچ کاری با من نداشتن. هیچ کس به من نگفت نبودی، چرا نبودی. هیچ کس به من هیچی نمیگفت و خیلی عادی بود. آیدا خیلی دوستت دارم. آره اگه دوستش داشتی یکم باش خوب رفتار میکرد. آیدا چیه؟ چی شده؟ آیدا چیه؟ چیزی شده؟ چرا ناراحتی؟ چیزی شده؟ چی بگم؟ اگه دوستت دارم چیزی شده؟ باش وسط درس بودیم که یهو صدای گریه می اومد از پشت کلاس. هممون برگشتیم، می اومد دیدم که آیدا داره گریه میکنه. آیدا آیدا تو ساکتی؟ چی میگم؟ داری غذا میگیری؟ تصفیقات توه؟ مال مرضیه هست. خوشمزه نیست، مال تو خوشمزه. لای ماما دستپخت تو رو بخوریم، چی میشه به خدا؟ برو خاله نمند بابا، هرچی تعریف کرده بسه یه مرد کن. ببین یه نصف بطری 75 سی سی نمیروف اسمینروف بعد چیز کم نیست. مردی میگفت مردی که میگفت اینقدرش خالی شده من دیگه نمیچسبه برم زیرم نمیکنه، اول چه تو باید بخوری. بازم باشه بارم پایه گفتم باش با مسئله نیست داداش جان. جان داره رانندگی میکنه. میتونه من قابلیت ای ول یه ذره گوجرم اومد داره دندونم میتونه چی میدونم سیب زمینی هم داشت دولا. آره راست میگه تهش مزای سیب زمینی میدونم. آیده دست در نکنید، تو سیب زمیناشو تو زرخ کردی؟ نوشه جم. بعد که ازش پرسیدم چی شده گفت پدر مادرم دارن از هم جدا میشن و ازم خواست که این قضیه رو به امید نگم. ببین من کفشام واقعا نمیتونم چی کار کنم. پولشو تو میده؟ چرا زیر میزنی؟ هرچی بخواهی بده. الان تو یزاری هماش برین رو بخور. آیدا قبلن یه چیزایی از اختلاف پدر مادرش گفته بود. مری بذار برستیم اونجا بعد بده بشه. بابا برستیم اونجا بچه حمله میکنن نمیتونه. خب نه تو ماشین بخورن دار رانندگی آیده که خیلی الان تو همه واسه چی تو چجا اینجوری میکنه؟ آیده این حالش خوبه، امروزم تو خوب باش. دعوتون شده؟ نه بابا چی؟ مثلا کلا من دیدین زیاد حرف بزنم دیدین داره بچه حالش خوبه، تو هم خوب باش. اونا داره بچه من وقت من خوبم امیدم خوبه. آره من چی؟ همیشه هر وقت من حالم خوبه امید حالش بده یه جوریه. نه امروز از اون روزاست که جفتمون حالمون خوبه. من نمیدونم تو چرا داری چیز میزنی؟ کم پنچری میزنی؟ فردا اون روز که به بچه ها گفتم من رفتم بوتیک رامین و باهاش صحبت کردم. اون میخواست بدونه که من واقعا نظرم قطعیه یا نه و من قطعی بودن نظرمو بهش گفتم. شماره تلفن و آدرس هم ازم گرفت که تلفنی بهم خبر بده که کی و کجا باید من حاضر باشم. یه چند وقت بعد تلفن زدم بهش، شماره حساب دادم، مبلغ واریز کرد به حساب من.
من درصدمو برداشتم و باقیشو ریختم به حساب طرف. گلبازی میکنیم هر وقت. اون تو کار سخت زندگی چیه؟ قاشق بونه میکنی غذا میخوری؟ نه کار سخت زندگی میه که برم درست. ببین اونم مری به قول تو. اونم مری میذاره دهنش. از این قدرک های آخر رون دوست داری. آخه خب بیا. یه غذا خودش میخوردنم. ببین من عاشق اینجایی هم که داریم میریم. هر وقت اینجا میام هر چی تای دلم میگم. متنفرم باشم میگم متنفرم از آیدا. ولی الان عاشق آیدا. الان همیشه عاشق آیدا. تقریبا یک هفته مونده بودش که تقسیم بشیم. همش به این فکر میکردم که چقدر تلاش کردم برای اینکه ادامه سربازیم رو توی شهر خودم باشم. اون روز 600 نفر بودیم، همه نشسته بودیم تا اسامی رو بخونن و گروه گروه تقسیم بشیم. همه اسامی رو خوندن، من رو داخل اسم 15 نفر نام بردن و گفتن شما تجدید دوره شدیم. اون لحظه واقعا یخ کردم. آیدا تو خودتی دیگه خودتی نظر چیه بریم یا بمونیم نظر فکر گفت برو فلان آدرس رفتم سر کوچه نگه داشتم گفت موتور رو خاموش کن همینجا واسم تا من برام برگردم بیام گفتیم باشه آقا این رفت همین که رفت گفتم نکنم برو بل کرده باشه رفته باشه تا این فکره بودم یه 10 دقیقه رو بگذشت دیدم نیومد موتور روشن کردم رفتم توی کوچه پس کوچه دنبالش گشتم رو پیداش کردم بالاخره در یه خونه قدیمی بودش بذار من بنویسم من بنویسم خودش میفهمیده نه قول میدم باید نفهمیده بذار من بنویسم قول میدم بهت نه باها نظرت چیه؟ بعدت چیم؟ چی کار کنم؟ بریم یا بمونیم اگر بریم بمونیم یا بریم یا بریم چی کار کنیم؟ کور شدم به خودم بریم یا بریم یا بریم بمونیم میگه بمونیم بچه حامد میگه بمونیم هر کسی حرفای دلش رو بزنه اگه کسی ناراحت نمیشه حرفایی که تو دلشونه و هیچ که هیچ وقت نتونسته به همه فهمیدم آقا حامد میگه بازی مرگ و حقیقت رو بکنیم هر کی هرچی تو دلش حرف داره بزنه پای این بمونیم آره بسیار ما میگیم مرگ و حقیقت چی کار میکنی؟ آیدا بمونی؟ این بازی رو بکنم تو راضی؟ بمون بچه ها چی میگه؟ تو راضی؟ نه میگم هوا سرده میچسبا زورکی آدم باید زود حقیقت رو بگه که بره میشه حرف استخونمون رو بزنیم که سردشه؟ آره وقتی سردشه خوابش نمیبره خواهی بازی رو تو کافی شاپ هم میتونیم انجام بدیم هرچی که حال میده بابا تو هم میبره چیکار کنیم؟ من گفتم که با حامد موافقم با اینکه دارم یخ میزنم ولی خب پولیتو چی؟ میستیم به بازی ادامه میدیم چیکار کنیم وایسین؟ اوکی هر شمات میگه حامد بچه یه بار نظر داده وای میگم به خاطر یه بار نظر دادنش گوش بکن خب بچه وایسین خوده حامد تو اول تو حرف بزن حرف دلتو بگو اول تو بنویس برام دوست دارم نه دوست دارم یا دوستت دارم او دوست دارم بذار بقیش بنویسه دوستت نشت فعلا دوستت دارم یک دو روز بعد اینکه من رفتم پیش رامین آیدا من زنگ زد و ازم پرسید که نتیجه چی شد کار چی شده گفتم که من رفتم و نظر قطعیمو به رامین گفتم و گفتم که واقعا میخوام برم
اونم قراره که من زنگ بزنه و به محض اینکه زنگ بزنه ممکنه در عرض یکی دو روز بعدش اقدام کنم واسه رفتن. اون روز آیده یه حرف خیلی نمیدونم حالا جالب یا سنگین به من زد و گفتش که منم به خودت ببر. من خیلی تعجب کردم، گفتم پس امید چی؟ قضیه چی میشه؟ تو چطوری میخوای با من بیای بدون امید؟ اون گفتش که امید راضی بهشو نیست ولی من باید برم. دوست دارم بمیرم. ها؟ چه؟ دور از شو. دوست داری بمیری؟ دور بگیرم. چرا اینجوری میکنه؟ یکی منو بگیره تو بردم. آمه بچه من اینو آوردم تو جمع از این فضا بیاد بیرون. آمه ای بابا بازی مسخره باز جمع کنی اگه میخوای اینجوری کنی. نا پول یه تا بدو. من اول بگم. نه من اول نمیگم. مرضیه؟ نه شادی نه. مرضی تو بگو. من میگم. تو میگی. شادی تو بگو. من میگم که از حال و هوا هم بیایم بیرون. جسارتشو خوش آمد. تو بگو شادی. نخندینا. آقا نمیفهمم بهش بگم. یکیتون بهش بگه. که از این حال و هوا هم بیاد بیرون. یه خبر خوبیه. نمیخواد فراموش کنین این حرفمو. چون بالاخره میفهمیدین دیگه. امید جان نکن. شادی یه ما دیگه میخواد عروسی کنه. چی؟ من نگاه کن. یه بار دیگه کن. یه ما میگن دیگه. نه یه بار دیگه کن. میخواد عروسی کنی. یه ما دیگه آره. یه بار دیگه قشنگ شمرده بگو. قشنگ عقد و عروس. یه بار دیگه. یه بار دیگه. یه ما. یه ما. یه ما دیگه میخواد نازت کنه. شادی. شادی ما. زود خبر. تو با کی؟ آدم میفهم. با عباس آقای شادی. شادی دروغ میگی. دروغم چیه؟ بهش بگین خوشحال بشه چون بعد عروسی من بیاد. شادی از این مردای نباشه نظری بیای کلن. باید عروسی من بیاد. آیده بهم گفت اگه امید راضی بشه با هم از ایران برن همه چی درست میشه و نگرانیاش رفع میشه و خودش هم راحت تره. با اینکه خانواده‌ای که داشتش یه خانواده‌ای بود با یه سری رسم و رسوم‌های خاص خودشون. باباش یه آدم دیکتاتور بود، مامانش نمیتونست حرفی بزنه. خب همینجوری هم انتظاراتی که از داماد آینده‌شون داشتن خیلی با چیزی که امید بود فرق داشت. مرضیه که ننالید. حامدم که گفت، خب حامد گفت، شادی گفت، الان آیده تو بگم. من میگم. آره تو. ای کاش امیدم مثل هومن فکر میکرد. واسه چی؟ مثل هومن فکر میکرد دیگه. مثلا چی؟ مثلا حرف زدیم دیگه قدیم کلن مثل هومن یه ذره تفکر. واضح بگو. گیر ندیم. بابا قرار شد همه حرف دلشونو بگن دیگه. خب حرف دلم همین یه جمله بود که ای کاش تو هم مثل هومن فکر میکردی. خب اگه اینطوری نیست. نه مثل اومن فکر نمیدونم. هر کسی واسه خود شخصیت خودشو داره. یه جورایی آیده دوچار یه توی مخمسه گیر کرده بود. توی یه دوراهی بودش که مقصد پرجفتش یکی بود. اگه میموندش اینا هم رابطهشون ادامه پیدا میکرد. بالاخره دیر یا زود امید با خانواده آیده درگیر میشد. اگرم میرفت که امید راضی نبود و به هر حال دوباره رابطهشون به هم میخورد. دوستشی مثل همون فکر کنم. آره یه ذره تفکر دعواتونو بذاریم بعدا. بلش کن بلش کن آیده هر چیزا. خب همون تو بذارین همون چی فکر کنم. همون تو من نمیدونم. چی نمیدونم؟ نمیدونم باید بگم یا نگم. بگو ببینم قرار شد هر که هر چیزی داره بگی دیگه. هر چیزی. آخه من خارج رفتنم کنسل شده.
آره بعد کنسل شده خوشش زر میزنه بابا شوخی میکنی نه جدی میگم زر نزن دیگه تو بازی مسخره نگیر بعدن میری یعنی کنسلش کردم مسخره نگیر بازی جدی دارم میگم برام گفتی به همه چیز فکر کردم و نمیدونم فکر کرده بودم ولی یه سری مسائل هست که اونجا اذیتم میکنه یعنی اینجا فکر میکنم مثلا بهتر باشه از خیلی از جهت ها اونجا بهتره ولی خب یه آدم یه راحتی فکری باید داشته باشه شاید کارام همش همش اوکی شده است فقط بچا داره دروغ میگه نه جدی میگه من نگاه کنم بله جدی دارم میگه باور نکنید اصلا به من قسم بخور قسم خور به خودت کنسل کن به جون خودم کنسل کن واقعا آره جدی پیش ما میمونه چطور؟ چه به حرف نشست بچه ها خب بویا تو چی داری واسه گفتن؟ من بگم سوخت چشم حرفت خوشحال کننده ای باید بزنه ولی خود اشکم داره در سوختم منم تا یه ما دیگه فکر کنم ازدواج کنم ببین دیدی من گفتم سوختم دقیقاً یک فوریا کیه کیه همین دو تا به خدا همین دو تا همین دونه اینه با اینه شادیه آره شادیه شادیه شادی 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 بابا عجب مرسی مرسی خیال داشت منم می‌خواستم بگم شادی میگفت نگیم نگیم ولی من فهمیده بودم چرا میگفت نگیم شادی چرا میگه نگیم آقا یه چی معلوم نبود معلوم نبود ولی من میدونم کی قرار مدار گذاشتین کی صحبت اونم بالاخره بعد راضی میشدن اون موقع من که میدونستم من اصلا چیز جالبی نبود تبریک میگم بهت فوریا دست در نمیاد انتخاب خوبی کردی دیگه بابا معلوم از اصلا اصلا تابلو نبود من میدونستم مبارک قربونت بشم مرسی ایشالا عدو اما سای پیدا شدن آقا پول ما رو بده ما بریم شما رو به خیر ما رو به سلامت گفت پول ندارم بدم بهت اصلا پول نمیدم بهت تو نمیدی من عصبی شدم هلش دادم با اولین هل من خورد زمین آدم ضعیفی بود آدم سختی کشیده نبود در کل افتاد زمین با هم دیگه گلاویز شده بودیم که در خونه باز شد یه دختر اومد بیرون ما رو هل داد با هم که با زن جماعت درگیر نمیشه میچه بودیم ولش کن آجی امشب شب ما نیست موتور آتیش کردم رفتم خونه یکی دو دود بش منو پویا با تویو بریم منو پویا با تویو بریم سیگار نکش نمیدونم چی آره بالاخره لو رفت بالاخره لو رفت میرا مرزی چی؟ مرزی تو چی؟ مرزی خیلی ساکته خیلی ساکته اولش خیلی خوب بود چه شده مری؟ نه هیچ چه شده؟ هلو مرزی مری تو نمیخوای حرف بزنی خودت گفتی هرچی آمد گفت چه میدونستم آمدی همچین چیزی میگه ها؟ نمیدونستم حامدی همچین چیزی میگه حالا چی دیگه گفت؟ ناراحت شدی؟ مرسیه به هم ریختی؟ چی؟ چی شده مری؟ بگو حرف دلتو مری جان نه ولیش کن بگو مری نه اصلا با این بازی موافق نبود فراموش میکنی هیچی داستا اینه که منم چند وقت دیگه از این جمع میرم الان که همه میخوام بمونم تو چه چرا؟ همون دیگه واسه همین ناراحت کجا میخوای بری؟ هیچی قرار تلیار جمع کنیم بیرم جدی داری میری؟ آتالیه رو میخوای جمع کنی؟
آیدا تو خبر نداشتی؟ نه بابا من خبرم کی داشتی؟ چی ناراحتی؟ من قصر وقتمو داد تو بگیریم. آیدا تنهایی چی کار کنم اون وقت؟ زندگی بیمونه. بابا دونه تو چی کار کنم؟ چه امیدو میاری پیشه زندگی بود؟ خواهم خواهم پیشه تو زندگی کنم. امید تو هم خبر نداشتی؟ نه بار نه. بگم کن بشه. بدی نشه آنو میشنسم بهش مهره خودت چی نمیگی؟ از من سوال نپرسی بلیش کن یه بگی جمع کنیم برم جمع کنیم برم نفهمیدم به چجوری شد وسط شهر رسیدیم یه خونه کلنگی نسبتا قدیمی پارک کرد ماشین سرنگ به من گفت پیادشو در بزن تا در ماشین رو باز کردم همزمان در خونه هم باز شد یکی با لباس سربازی با تمام قدرت شروع کرد به دویدن منم پشت سرش تا رسیدیم به ته کوچه من ناچار بودم که لباس سربازی تنم بکنم از خونه که اومدم بیام بیرون یه سرباز پلیس رو دیدم که به سمت من میومد موهای بلند ریش پرفسالی زاره سرباز اینجوری نیست اینجا بود که فهمیدم داستان پیچیده‌تر از این حرفاست یه خواهش ازت دارم فیلم هایی که امروز گرفتی رو پاک کنی پاکش میکنم قول میدی؟ قول میدی خلا دیگه من حرفی نمیزنم فقط یه چیز میگم یه جمله میگم همیشه آدم از کسی که فکرشو نمیکنه ضربه میخوره خیلی برای آدم سنگینه به هیچ کس تکیه نکنیم بچه ها تو زندگیتون به هیچ کس امید نبندیم یه روزی همون خودشون بریم باشیم بریم دیگه حرفتون راحت شده کل توسیم و ناراحتی و نمیدونم چی گذشتی یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت نبود که جفتمون راضی باشیم جفتمون اوکی باشیم کامشن تو بپوشه دست سردم نه بگو بپوش بپوش دیگه بابا بپوش من فرق نمی کنم ببین من الان سردمه هیچ وقت من گرم نمیشم تو برم بشینم یه شیر داغ بخورم اصلا گرم نمیشه شما کس گرما تو تنتونه بپوشون که سرد میشه چه لحج بازدی حرف حرف خودش چه من حرفش ناراحت نمیشم اون حرف من ناراحت میشه چه میدونم شانس من مری اونجوری و امید اونجوری و اون یکی اونجوری و نه با همکون رو پیدا میکنیم هر همخونه این که مری نمیشون این چقدر هم خاطره داریم همین زندگی و من زیر دستانو میدونه همه چیز را جب من سردتو؟ نه همینجور اون موقعی که مثلا نیاز داشتم به مامانم جای خالی چست میکنم همینجور مری بوده پیشم و حالی که نیم بدون این که به من بگم نمیخوام برم
چیکار کنم؟ گری نکنم امیدم، گری نکنم به امیدم، باید به امید باشه دیگه، وقتی که مری نیست کی باشه؟ اونم اینجوری پاک کنی یا پاکش میکنم بفوش کفشم سرد اینا رو که دیگه پاک نکنم هر چی که هست پاک کن امروز، کلن امروز پاک کن از صفحه خاطراتتم پاک کن. خیلی شب سختی بود. فردا صبحش با گروه جدیدی که برای آموزشش اومده بود دوباره دوره آموزشیم شروع شد. شاید حدوداً 10 روز بیشتر نتونستم دوام بیارم. عصبی شده بودم و با تمام عصبانیتی که داشتم، با تمام اون استرسی که داشتم، رفتم که مرخصی بگیرم. بهم اولش مرخصی ندادن، اما وقتی که واقعا حالم رو دیدن، وقتی که اون عصبانیت رو توی وجودم دیدن، خستگی رو دیدن، 3 روز به هم مرخصی دادن. وقتی که برگشتم فقط احتیاج به یه امنیت داشتم و اون جایی نبودش غیر از خونم. خب مدت زیادی بودش که نه مادرم رو دیده بودم نه پدرم. برگشتم خونه. اون شب رو نمیگم راحت خوابیدم، چون همش به فردا فکر میکردم و اینکه بعد سپیده رو ببینم. فردا شد و زنگ زدم موبایل سپیده، موبایلش خاموش بود. زنگ زدم خونه شون، این بار کسی گوشی رو بر نداشت. بازم مثل دفعه قبل مجبور شدم زنگ بزنم گوشی سارا، اما سارا هم جواب نداد. همه چیز دوباره داشت برام عجیب میشد، اما این بار استرس کل وجودم رو گرفته بود. این بار دیگه نمیدونستم چی کار بکنم. با اینکه وقت داشتم، میدونستم که وقت دارم، اما دیگه داشتم اذیت میشدم. هر طوری بود میلاد رو پیدا کردم. عصرش اومد و تو پارک نشستیم کنار هم. باهاش کلی صحبت کردم. میگفتم بچه ها کجان؟ یه جورایی جواب میداد، یه جورایی بحثو میپروند، عوض میکرد. ازش در مورد سپیده پرسیدم که خبر ندارم ازش. احساس کردم که داره از این چیز رو پنهون میکنه. ازش خواستم بگه سپیده کجاست. بهش گفتم من نگرانش شدم، من نمیدونم سپیده کجاست. الان مدت زیادی که بر میگردم و پیداش نمی کنم. بهم گفت امیر یه چیزی بهت میگم، قاطی نکن. نمیخواستم بهت بگم ولی اذیت شدی، میبینم داری اذیت میشی. ترسیدم، احساس کردم برای سپیده اتفاق. بهم گفت امیر سپید و رضا با هم نامزد کردن. نگاش کردم دیدم روشو برگردوند. اصلا باورم نمیشد. فردای اون روز با اینکه 48 ساعت دیگه مرخصی داشتم، برگشتم پادگان. Thank you.
یه دختر 20-21 ساله یه روز اومد مغازه. میگفت اومد معرفیش کردم. من از دست اومد کلی شاکی شدم. باهاش صحبت کردم، میخواست بره اون طرف. بهش گفتم چرا غیر قانونی؟ قانونی برو. گفت اجازه پدرمو نمیتونم بگیرم. نشستم واسش خطرها رو گفتم. برای شرایطو توضیح دادم، گفتم سخته، دختری تنهایی، هزار تا خطر داره. بعد تو راه هم که داری میری اون آدمایی که دارن میبرنت نمیشه بهشون اعتماد کرد. پاشو کرد توی کفش که نه الا و بلا من میخوام برم اون طرف. منم شرایط کامل براش توضیح دادم و مبلغ پولی که باید میداد بهش گفتم. یه مقدار سختش بود. گفت 10 میلیون خیلی زیاده. دنبال تخفیف بود. منم بهش گفتم، گفتم این مبلغی که ازت میگیرم و میریزم به حساب اون طرفم که لبه مرزه. آدرس تلفن ازش گرفتم. شماره خودم هم بهش دادم. تا حالا با هیچ کس این کارو نکرده بودم. یعنی شماره مو به هیچ کس نداده بودم. ببخش. ما دیگه از پیدا کردنش قطع امید کردیم. سوار ماشین شدیم، برگشتیم همون خونه ای که سرباز ازش در اومد بیرون. رسیدیم در خونه، من از ماشین پیاده شدم، کنار در وایسادم. قاسمی هم پیاده شد رفت بالا. خونه رو یه وارسی کرد. یه 2-3 دقیقه طول کشید. اومد سرنگم با خودش برد بالا. رفتم تو، یه رو گذشت، اومدم بیرون. سرنگ به من گفتش که همینجا وای میسی، رفت آمدی شد، کسی اومد سریعا به ما اطلاع میدی. منم یه اطلاع خوشگی گذاشتم و گفتم چشمه سرنگ. سوار ماشین شدم و رفتم. من موندم اون کوچه. چی کار دارم میکنم اینجا دقیق نمیدونستم. سلام، چه سلام. 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 ایشالا به زودی تو داداشت سنو برو چطوری مدام؟ آره دیگه گیه من زدتون دو ترکی هم؟ سلام دو تا جا بلاخره که میخوایی بخیری ببین حالا الان دو سال دیگه نیاز من خوشی اول را برم من دیگه خدا رو باید بودو هم که خیلی رو خوب یاد ماندنی باشه اول خود کارا استفاده میکنیم کارا من دیگه حرکت بزرم بقیه بچه ها نایمدن بقیه بچه ها بسه چی؟ خبر ندارم ازش. آها فقط یه سوال دارم. هر وقت خواستید با این بری، خب؟ آیدا نیومده؟ سوال نه، این نصیحت. من که زنگ زدم بهش، گفتم میگفت میام. کیفتون کو؟ آیدا کو؟ آیدا دو کیک. نه جدی شوخی نکنی. آیدا کو؟ وقتی اینو به من گفت که میخواد تنها از ایران بره، من هر کاری به ذهنم رسید انجام دادم که اون پشیمون بشه. نمیدونم فکرم شما هم من کردیم، من تماس نداشتم باشه. من تو گفتم بگی بهش دیگه. یکی بزنم تو سرم. الان تو لباس دامادی دعوا میکنم. خاک باشه. زنگ بزن با آیدا. یه زنگ بزن با آیدا.
گوشیم خرابه. بیا با گوشی من زنگ بزن. زنگ بزن. زنگ بزن بگو بیاد. امید. جانم. زنگ بزن. الو. ببخشید. باشه من بچه هایی. به من باید صحبت کردم گفتم اینی میخوام. چی گفتی نمیام؟ خودم زنگ بزنم. گفته که چرا امید بزنم. باید زنگش بزنم. بیا دو جانم. گوشی نداشتم قبلا. نیست. دوباره زنگ. در دسترس نیست. بفرمایید. میشه. خسته. من یه زنگ شروع کردم. تماس نداشتم باش نتونستم باش تماس کنم. زنگ زدم دوباره کو خورد. الان گفت در دسترس نیست. زنگ زدم. زنگ زدم. جواب نمیده. جواب نمیده. واسه بخور. بذار دارش اصلا هنگو زن دوها بخور 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 دیگه نوانسر شد اسمس بذارش جواب نمیده؟ چرا دارش هنگو زنم شد یه بار دیگه زنگ بزن یه بار زنگ بزن چند نفر زنگ بزن؟ به من میگفت چرا امید به من نمیگه بزن امید بشه یعنی امید بدش بگه؟ میگفت امید چرا خوش زنگ داری الو سلام چطوری؟ خوبی داری؟ خوبی داری؟ چه نهی بدی؟ بچه ها جواب ندی؟ باشو بیا باشو بدا من بخیاد باشو بیا بگو شادی میگه بیا دیگه شادی میگه بیا با ناراحت میشم بچه ها باشو بیا زشته باش باش حالا تو بیا اونا درست میشه باشو بیا باشو بیا حالا چرا آخه خب تو بگو چرا به خاطر من بیا روزی که برای اولین بار من آیدا رو دیدم یه تابلوی نقاشی دیدم که خاک زیادی روش نشسته بود طوری که تراوت رنگاش به چشم نمی اومد اولش خیلی جبهه‌گیری میکرد ببین به من گفت با من کاری نداشته باش کام که همش درک و درک و چیکارش کنم جدی اینطوریه مثلا من اصرار کنم بذار زندگی خودش رو بکنم نمیخوام درک گفت کسی تو زندگیش بوده به اسم امید و حالا هیچ خبری ازش نیست بهم گفت قبل از اینکه امید ناپدید بشه اونا از هم جدا شده بودن ولی اون احساس هنوز وجود داشت آیدا امیدوار بود که امید برگرده چه تا منتظر آیدا بود حاضر بشه بیا میشه خراب بود چه خبر؟ ازش خواستم برگشتن امید رو فراموش بکنه
چون حتی در صورت برگشتن امید هیچ چیز مثل سابق نخواهد شد. این حرف آیدا رو به هم ریخت. البته این عکس العمل کاملا طبیعی بود. یادا احساس گناه میکرد و دلش میخواست امید برگرده و همه چیزو جبران کنه. اه آقای داماد داماد باید برنامه باشه نه؟ آقا یه استقبالی چیزی بلنداره. خوبی؟ سلام. خیلی دیر اومدی؟ زنده هم بهت داری جواب نمیدادی؟ شما مبارک باشه. مرسی اومده خوشحالم اومدی. من کار داشتم، علی میدونست بیرون بودم. امید تو دیدی چقدر کلافه؟ امید چرا؟ اصلا از صحبی که تو نیومدی دل تو دلش نیست. دل تو دلش نیست واقعا. راست نیومدم؟ خب بچه‌ها دیگه کامل شدیم. صحبت من و آیدا اون روز نیمه کاره موند. اون همش حرفای خودش رو میزد. من از مرضیه خواستم که چند روز بعد مجددا اون رو پیش من بیاره. آیدا هنوز به امید فکر میکرد و واقعا هم امید داشت که امیدش برگرده. ملاقات بعدیمون با حدود یک ساعت تأخیر انجام شد. مرضیه بهم گفت به زور راضیش کردم که بیارمش. شرط آیدا برای اومدن این بود که اصلا در رابطه با امید حرفی زده نشه. ما تصمیم گرفتیم که بریم بیرون. هوا فوق‌العاده عالی بود. انگار آیدا همه چیز رو فراموش کرده بود. اون روز من لبخند معصومانه‌ای روی چهرش دیدم که هنوز هم توی ذهنم نقش بسته. آیدا دیگه کم کم داشت با قضیه کنار می اومد. بعدم بهم گفتش که معین بهش علاقمند شده، دوستش داره. خودش هم بهش اذیت میشه چون رابطهشون دو طرفه نبود. چه دوست داری؟
من باور نمی کردم آیده هیچی نمی دونست. من به ماهین گفتم که قبول نمی کنه، ولی ماهین گفتش که نظر آیده رو بپرس. من گفتم محال قبول کنه، آیده انقدر به برگشتن امید مطمئنه که اصلا باور نمی کنم قبول کنه. یه آدم آشفته تو شرایط آیدا واقعا میتونه از یه لبخند هزاران رویا برای خودش بسازه. من نمیخواستم از این قضیه سوء استفاده بکنم. آیدا واقعا خیلی بچه بود. چی گفتی؟ هر روز دعوا جنگ امروز هم؟ امروز؟ امروز که بهترین روز ما دو روز جواب تلفن من نمیده. یه بار اومد بهش زنگ زده، حالا 10 دقیقه نشد پاشد اومد. زنگ بزن بهش زنگ نزدی. تو کجا میدونی من زنگ نزدم؟ بیا بشین با مهم نیست. بیا هم منزید باشیم. منو چی شد؟ چی گفتی بهش؟ من نتونستم واسه بهش. یعنی چی؟ چی بگه من نمیگم دو میره و من هم که تو این کار زیاد تفالتم. چی شد تو من؟ برو دنباله. یه اون حرف زدم من. مهم نیستی. من تو گفتم یه رو پیش بده گفتم از من برم. برم باکس برنامه نه. خب خودم کنجکاو شده بودم ببینم نظر آیدا راجع به معین چیه. ازش پرسیدم که نظر راجع به معین چیه، گفت نظر خاصی ندارم. گفتم اگه به ابراز احساسات کنه چی، گفت به هیچ وجه قبول نمی‌کنم. آیدا به من گفتش که یه اتفاق بدی افتاده. اینو وقتی به من گفتش که وسط امتحانا بودم و متوجه شدم هیچ کدوم از امتحاناشو نداده. به من گفتش که
امید به من زنگ زده گفته هومن فوت کرده تو تصادف. باش ضربه بزرگی بود چون من میدونستم که خیلی هومن رو دوست داشت. واقعا برای خود منم خیلی وحشتناک بود، خیلی سخت بود واقعا. ما آدرس خونه هومینا رو پرسیم که بریم تسلیت بگیم، ولی امید گفتش که این باعث میشه داغ دل اونو تازه بشه. من با حرفش موافق بودم. روز چهارم بهمن ماه بود، قشنگ یادمه که من زنگ زدن و گفتن که 6 بهمن باید خودم برسونم لب مرز. اون روز من به امید زنگ زدم و گفتم که امید جان، من به تنها کسی که دارم میگم تویی، من دارم میرم و به هیچ کس دیگه هیچی نگو. میدونی من اینجا دارم چیکار میکنم؟ کی پیشمه؟ کی دیگه؟ کی هست که حال منو بپرسه؟ 6 بهمن ماه بود که من از ایران خارج شدم و مطمئنم که هیچ وقت این روز رو فراموش نمیکنم. حدود 2 بعدش آیدا به امید زنگ زد که درباره رابطهشون و آیندهشون صحبت کنن، ولی امید بهش گفت دیگه همه چی تموم شده و رابطهشون مثل قبل نیست. امید قبول نکرد که با آیدا صحبت کنم. من از تو امید نبودم، از تو زندگی نبودم. گوشی ما خاموش کردم، تلفن رو قطع کردم، بگیرم خونه پیدا میشه. امیدم چی کار میخوای بکنم؟ چطور زنی نمیزنی؟ بطرم میره. بعد از اون جریان آیدایی که من میشناختم واقعا خورد شد. نمیتونستم جلوی چشم ببینم که بهترین دوستم انقدر داره اذیت میشه. کارش به جایی رسیده بود که قرص میخورد و شب و روز گریه میکرد. شب از کابوس بیدار میشد تا به من زنگ میزد و میگفتش که نمیتونه فراموشش کنه. خیلی براش سخت بود. دوست داشتم کمکش کنم اما نمیدونستم چطوری. وضعیت خوبی نداشت تا اینکه تصمیم گرفتیم من با مرضیه صحبت کردم، ازش خواستم که کمکش کنه. فکرم شاید اگه بایده با یه روانشناس صحبت کنه وضعیتش بهتر بشه. من انقدر نگران آیدا بودم که تصمیم گرفتم با یکی از دوستام آشناش کنم. ما این روانشناسی میخوند، چند سالی بود که میشناختمش. مشاور فوق‌العاده‌ای بود. جدر من تعیین شد آیدا. باشه یه من در خونه رو بزنی بیه تو. باش پشت این در تو باشی. یه روز خیلی اتفاقی با همدیگه نشستیم و صحبت کردیم در مورد خیلی چیزا، پادگان سربازی و خیلی چیزهای دیگه. گفتش آموزشیش رو قبل از اینکه بره دانشگاه رفته بوده. من ازش پرسیدم اهل همینجایی و گفت آره و شروع که خیلی راحت در مورد خودش و خانوادهش صحبت کردن، اینکه خانوادهش خارج از ایران زندگی میکنن.
با خودم حس زدم پس ذهنش رو یه چیز دیگه ای مشغول کرده، اون وابستگی که به خانوادهش من فکر میکردم داره و به خاطر خانوادهش این شکلیه اون نبود. مرضیه به من گفت که بهت حق میدم ولی واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده، اما اصرار من باعث شد که راضی بشه و بره با آیدا صحبت بکنه. بارها و بارها این صحبت تکرار شد و ما رفته به رفته به هم دیگه نزدیکتر شدیم و رابطه‌ای که بین ما بود حکم یه دوستی رو پیدا کرد. مرضیه به من گفت که آیدا به هیچ وجه راضی به صحبت کردن با من نمیشه. من از مرضیه خواستم که از خونه بیرون بره تا من بتونم به تنهایی با آیدا صحبت بکنم. اون اسلحه‌اش دوربینشه. یک بگو. دو بگم. بابا وایس لحظه رحمیله. یک دو چی گفتم؟ آتش. شب چهارشنبه سوری بود، همه مردم شاد بودن. من یه هدیه گرفتم و رفتم خونه مرضی و آیدا. زنگ زدم، آیدا در رو باز کرد. از دیدن من خیلی شوکه شده بود ولی حسش رو پنهون میکرد. سلام کردم، هدیه رو بهش دادم. دست و پاشو گم کرده بود. از من خواست که برم تو، منم قبول کردم و رفتم داخل خونه. آیدا خیلی دست پاچه بود، داخل آشپزخونه رفت. بعد از چند دقیقه اومد رو به روم نشست. من راجع به حسم هیچی بهش نگفتم دیگه، یادم نیست، نمیدونم چی شد، چه اتفاقی افتاد. شب چهارشنبه سوری بود، یه نفر به هم زنگ زد، برگشت گفت باید امشب منو بفرستی اون طرف. شاکی شدم از اسش، گفتم شماره منو کی بهت داده؟ گفت من رفیق هومنم، همونی که آقا جهان معرفی کرده بود. یه ذره فکر کردم یادم اومد، همون پسر جوانه بود که با هومن اومده بود مغازه. اصرار داشت که امشب باید یه کاری بکنی که من از ایران برم. خندم گرفته بود، گفتم پسر خوب، خیلی خوش شانس باشی، دو هفته طول میکشه تا مقدمات کارت فراهم بشه. اصرار کرد، گفت باید ببینمت. گفتم آخه دیدن من دردی ازت دوا نمیکنم. کار ندارم، باش قرار گذاشتم دقیقا همینجا. نرسیدی یه پاکت پول گذاشت کف دست من، گفت هر کاری میتونی بکن که من از ایران برم. گفتم غیر ممکنه. گفت دو نفریم، خودت چه دختره. بهش گفتم شماره تماس تو بهم بده، گفتم اگه تونستم کاری بهت بکنم زنگ بهت میزنم. گفت شماره تماس ندارم. گفتم یه بالاخره رایی که من بتونم باهات در ارتباط بشم. شما یه شماره به هم داد، شماره وقتی سیف کردم تو گوشی دقیقا داشتم، شماره همون دختره بود که اومده بود مغازه. تازه فهمیدم که شماره من از کجا گیر آورده.
روز آخر سال بود. یه شب حالش خیلی بد بود. تا اینکه صدای زنگ اومد. ما خیلی هول شده بودیم. آیدا سری خودش رو جمع جور کرد و رفت در رو باز کرد. چند دقیقه طول کشید. منم خیلی کنجکاو شدم. آروم رفتم و آیفون رو برداشتم از طریق آیفون صداشون رو شنیدم. آیدا با یه پسر بحث میکرد. گریه، حواس پرتی، اون استرسی که تو وجودشه، دیدم درگیر این هاست. واقعاً حالش بد بود. امید همش گریه میکرد و میخواست که آیدا رو راضی بکنه که با هم از کشور فرار بکنن. ولی آیدا میگفت که به خاطر خانواده‌اش نمیتونه این کارو بکنه. به خودم این اجازه رو دادم که بشینم باهاش و صحبت بکنم. و خیلی راحت بهش بگم چرا. چون شاید بگه و از اون استرس خالی بشه. به هم چیزی نگفتش. هر چی که ازش خواستم و هر چی که باهاش صحبت کردم چیزی نگفت من. اون میگفت که من سرباز بودم نمیتونستم بیام. امید میخواست بیاد تو ولی آیدا نمیذاشت تا اینکه آیدا در روی امید بست. آیدا اومد بالا موبایلش رو برداشت و با پلیس تماس گرفت. به پلیس میگفت که یکی مزاحمش شده و از پلیس درخواست کمک کرد. آیدا به پلیس میگفت که یه سربازه. یه آدمو کشته. من خیلی شوکه شدم. صدای کتککاری از بیرون میومد. آیدا سری خودش رو رسوند بیرون. بعد صدای پا اومد. انگار یکی داشت وارد خونه میشد. من خودم رو توی یکی از اتاقا مخفی کردم. احساس کردم اگر داستانی که توی خدمت خودم اتفاق افتاد، قضیه خودم و سپیده، اگر براش تعریف بکنم شاید بهش کمک بکنه. صدای عجیب غریبی از بیرون می اومد. منتظر بودم همه چیز آروم بشه تا اینکه صدای بسته شدن در رو شنیدم. اومدم بیرون. لباسامو پیدا نمی کردم تا اینکه جلوی در لباسای سربازو دیدم. تا اینکه یه لحظه دیدم یه دختری با یه چمدون داره از بالای کوچه میاد پایین. اومد پایین و وارد خونه شد. بیسیمو برداشتم به سرنگ اطلاع بدم. ولی راستش ترسیدم. گفتم نکنه این دختر از اون سرباز اولیه خبری داشته باشه یا باش در ارتباط باشه. چون اگه اون پیدا میشد در واقع من یه جوری قبر خودمو کنده بودم. تصمیم گرفتم خودم اول یه جورایی از این قضیه مطمئن بشم، بعد به سرنگ اطلاع بدم. بس رفتم در خونه، زنگ زدم، دختر اومد. موندم چی بگم بهش. داشتم به خودم کلنجا میرفتم ببینم چی باید بهش بگم. گفتش بفرمایید. گفتم خانم ببخشید شما اینجا زندگی میکنید؟ گفتش بله امرتون. گفتم راستش منو گذاشتن اینجا کشیک خونه شما رو بدم. اگه خبری از برادرتون دارید یا اطلاع دارید الان کجاست فقط بهش بگید که خیلی مواظب خودش باشه. الان تمام دوربینای شهر دارن کنترلش میکنن. ردشو زدن. برگشت گفت من برادر ندارم. اونجا بود که فهمیدم یه جوری دوستشه. ازش پرسیدم خانم آدرسی ازش داری؟ یکم به خودش فکر کرد، گفت آره. تعجب کردم. گفت اسمش معینه، یا آدرسی هم بهم داد. گفتم نمیترسی اگه این آدرس رو تحویل پلیس بدم؟ گفت دیگه برای من اهمیتی نداره. درو بست. منم برگشتم سر جام. Thank you.
دیگه دمدمای صبح بود. از مرکز بیسیم زدن که ماموریت تموم شده و